درود عزیزان، خیلی خوش اومدید به چنل پریفام. برگشتیم خدمت شما با یک ویدیویی که شما درخواست داشتید و لینکش رو برای ما ارسال کردید. انقدر این روزها تنش و اخبار و همه چیز زیاد شده که اصلا فرصت نمیشه آدم سرش رو بخارن. امیدواریم همگی ختم به خیر بشه. متاسفانه البته دیروز خبری شنیدیم در رابطه با انفجاری که در کابل بود، یک سری خبرهای تکمیلی در موردش اومده و متاسفانه اینجوری که فعلا گزارش شده یک کشته و 11 زخمی بر جا گذاشته که خبر بسیار دلخراشی است با توجه به اینکه مدت مدیدی بود که خوشبختانه در کشور افغانستان از این گونه در واقع مشکلات امنیتی و بمبگذاری ها و انفجار ها و انتحاری ها نبود. حالا بریم و ببینیم این جزئیات از چه قرار است. ممنون میشم نظراتتون رو برای ما در کامنت ها بنویسید و حتما چنل رو سابسکرایب بفرمایید. خبر اول رو با افغانستان اینترنشنال شروع میکنیم و وقوع انفجاری در منطقه دشت برچی کابل. برای جزئیات بیشتر این خبر همکار ما حامد عیدری اینجا در استودیو با ماست. حامد وقتت بخیر، آخرین جزئیات در مورد انفجار چه داریم از خودت بشنویم؟ خب طارق، چیز در خبرها هم آمد. انفجار امروز حوالی ساعت 4 بعد از ظهر به وقت محل در منطقه دشت برچی در یکی از مزدحم‌ترین منطقه غرب کابل رخ می‌دهد. آنچه که خودت در خبرها گفتی، هدف یک موتر شهری داخل شهر کابل که حداقل مسافران را انتقال می‌داد. آنچه که منابع به ما تایید کردن لحظات قبل هنوز به گونه رسمی اون ویدیویی که در پشت هم داره در واقع پخش میشه، اون ویدیویی هستش که حالا شما جلوتر فرستادید و اون لحظه رو در واقع نشون میده و اون فرد که کنار اون موتر در واقع ونتور وایستاده و فکر میکنم انفجار از اونجا اتفاق افتاده. البته گفتن در شامگاه، ولی مثل اینکه در روز بوده، یعنی فکر کنم بعد از ظهر بوده. این تایید نشده، گفته یک کشته و 3 زخمی و یکی از شفاخانه‌های نزدیک منطقه تانگوتل انتقال یافته، اما خود مردم محل تاکید دارند که شمار تلفات بیشتر از آن چیزی هست که تا به حال را نشر شد، چون بعد از این انفجار در عمل لحظات اولیه چون نیروهای طالبان که حوزه 13 نزدیک این محل هست به ساحه میرسه و منطقه را مسدود میکنه و اجازه فیلم برداری و تصویر برداری به کسی را نمیده و مردم خودشان تلاش میکنند با کمکی که به گفته مردم شاهدان عینی با کمک طالبان زخمی ها را به نزدیکترین منطقه، به نزدیکترین شفاخانه ساحه انتقال میده، چون خودش کلینیک تانگ تیل و در روبروی دو شفاخانه شخصی در ساحه است که انفجار رخ داده و ممکن است شمار تلفات به بالا باشه. اما آنچه خود منابع و یک دکتران محل به من تایید کردن، گفت یک کشته و 3 زخمی به یک از مراکز های صحی در خود تانگ تیل انتقال. البته این جناب حامد خان که میفرمایند جلوتر خبرهای دیگری هم که فرستادید، حالا همه رو مکمل با هم جمع میکنیم از منابع مختلفی که هست تا در واقع جمع‌بندی کلی داشته باشیم. این اولین خبری است که در واقع یک کشته و 3 زخمی که منابع رسمی هم اونو گفتن، منابع محلی در واقع گفتن، ولی افرادی که حضور داشتن تو اون منطقه در واقع دشت برچی تو اون لحظه میگن تعداد تلفات و زخمی ها خیلی بیشتر بوده. امیدواریم که در واقع تلفات در حد چی میگن، یعنی زخم‌های سطحی باشه و مشکلی برای کسی پیش نیاد. حالا یک نفر که متاسفانه از بین رفته قلب پیدا کرده. درست آمد، مسئولیت انفجار را حداقل تا حالا گروه به عهده نگرفته. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته و طالبان هم تا به حال مجددا در صفحات اکس وزارت داخله طالبان و قماندانی امنیه ولایت طالبان را بررسی کردم به گونه رسمی در رابطه با این حمله چیزی نگفتند، اما ظاهرا تا لحظات بعد یا تا ساعات بعد ممکن است مشخص خواهد شد که در عقب این حمله کی ها خواهند بود. اما در گذشته ها ما شاهد این هستیم که اکثر انفجارهای در غرب کابل به ویژه در مناطق هزارنشین و شیرنشین غرب کابل رخ داده را داعش به عهده گرفته و طالبان همواره تاکید کرده گروه داعش در افغانستان دیگر محو شده و نابود شده و هیچ گونه توانایی انجام حملات را در افغانستان ندارند. اما این گونه حملات همواره با پرسش‌های مردم محل و خود هزارها و اشیایان مواجه بوده که زمانی که وقت داعش در افغانستان نابود میشه و به گفته طالبان دیگر توانایی انجام حملات را نداره، پس در عقب این حمله ها کی ها هستن؟ ممکنه تا بعد تا لحظات ساعت بعد طالبان ممکنه جزئیات بیشتر را ارائه خواهند کرد. ممنون است از جزئیات. امیدوارم ببینیم که جزئیات بیشتری اگه داریم و که مهم هستش. چرا؟ چون باز هم منطقه دشت برچی است، همونجوری که ما خیلی ویدیو برای بنده و پریسا فرستادید و در چنل پریفان همیشه ریاکشناشو داشتیم، منطقه‌ای است که تقریبا هنوز هم هزاره نشین هست و بیشتر از بافت حالا مذهبی شیعیان تشکیل شده. خب این داعش خراسان هم که اون شاخه عجیب و غریب داعش هست،
مرتبا همین کارها رو داره انجام میده، کما اینکه چند وقت پیش در ایران هم به عهده گرفت. و بعد در ادامه ببینیم که اخبار رسمی تر از کجاست و در واقع کسی آیا پذیرفته یا خیر این اتفاق رو. اتفاقی است دلخراش، ناراحت کننده، چیزی نیست که باعث خوشحالی بشه. صرفا جهت اینکه مطلع بشیم از اینکه حالا چه اتفاقاتی در اطراف ما داره میفته، به خصوص در ایران و افغانستان که این چنل سمت و سوش هست، متوجه باشیم که چه اتفاقاتی هست. متاسفانه منطقه خاورمیانه همچنان در تنش در حد بالایی به سر میبره و هنوز هم احتمال وقوع متاسفانه جنگ بزرگی در بین حالا اسرائیل و در واقع مسلمان ها، حالا در رأسشون ایران، وجود داره. وقوع انفجار در کابل. منابع از وقوع انفجار در شهر کابل خبر میدهند. منابع گفتند که این انفجار حوالی ساعت 4 پس از چاشت امروز یک شنبه در نزدیکی یک تانک تیل در دشت برچی در مربوطات حوزه 13 امنیتی شهر کابل به وقوع پیوست است. با این حال شمار از افراد در صفحات اجتماعی نیز وقوع انفجار را تایید کردند. از تلفات و خسارات احتمالی این رویداد جزئیات در دست نیست. طالبان اما نیز در این مورد چیز نگفتند. از سوی هم وزارت فواید عامه طالبان اعلام کرد که گذرگاه سالنگ از اول ماه سنبله امسال برای ادامه کار بازسازی سه بخش این شاهراه بسته خواهد شد. این وزارت روز یکشنبه در فکر میکنم حالا این در ادامهش خبر خوبی هم هست، چون گذرگاه سالنگ در واقع همونجوری که مهدی جان 7mm هم به افغانستان سفر کرد گفتش که یک مسیر عبوری بسیار مهم هست، که در واقع حالا در ادامه فکر کنم خبر در این راستا باشه و خبر تکمیل تری در این ویدیو لااقل در رابطه با انفجار نخواهیم داشت. سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در کابل اعلام کرد که بر اساس معلومات آنها در انفجار بعد از ظهر یکشنبه در دشت برچی کابل یک نفر کشته و 11 نفر دیگر زخمی شدند. خالد زدران گفت که این رویداد ناشی از انفجار ماین جاسازی شده در یک موتر مسافربری بوده است. شاهدان ویدیوی را به افغانستان انترنشنال فرستادند که در آن دیده می شود در لحظات اولیه پس از انفجار از یک اتوبوس مسافربری مرسدس در خیابان خون جاری شده است و تکه‌های از جسد بر خیابان ها افتاده است. تا کنون هم هیچ گروه مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است. شفاخانه امرجنسی در کابل نیز گفته است که از انفجار امروز در دشت برچی تا کنون 8 زخمی را آنها دریافت کردند. شفاخانه امرجنسی در کابل با نشر پیام در برگه ایکس امروز گفته است که در میان این زخمیان 3 زن نیز شامل است. این نهاد افزود است که معمولا حالا این جور انتحاری ها همیشه به حالتی است که تو لحظه اصلا برای اون شخص بمبگذار اصلا اهمیتی نداره که چه اشخاصی، متاسفانه کودک، زن، مرد، هیچ فرقی براشون نمیکنه و خیلی بدتر از همه این که باز یک نفر هم در واقع از دنیا رفته. این وسط 7 تن از زخمیان نیاز به عمل جراحی دارند و وضعیت یک تن وخیم می باشد. از سوی هم وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان می گوید که تا یک سال اخیر 1,799,603 تن از ایران، پاکستان و کشورهای دیگر به افغانستان برگشتند. ببینم حالا در ادامهش هست که حالا خبری است نامرتبط با این ویدیوهایی که داریم میبینیم، اما خبر جالبی است که عزیزان مهاجر هم دارن به کشور به دلایل مختلف به وطن برمیگردن. در هر صورت اتفاق بسیار ناخوشایندی است، ناراحت کننده است و هر چی بگیم از دردش کم نمیکنه، به خصوص اونایی که عزیزاشون رو تو همچین حوادثی از دست میدن. و یک خبری که این رسمی ترین خبر هست در نهایت هم میتونیم با هم دیگه بشنویم و در واقع یه جمع‌بندی از این ویدیوهایی که شما زحمت کشیدید و فرستادید داشته باشید. یک روز خونین دیگر در غرب کابل. انفجار در ساحه مزدحم شهر رخ داده است. سراسیمگی مردم و روایت یک باشنده محل. دوستا یک انفجار بسیار شدید شده دم و موتر مرسدس زده. انفجار حوالی ساعت 4:30 عصر رخ داده است. خالد زدران سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در کابل گفته انفجار ماین مغناطیسی جاسازی شده در یک بس مسافربری نو مرسدس یک کشته و 11 زخمی بر جا گذاشته است.
آقای زدران گفته قربانیان این رویداد غیر نظامیانند و به گفته وی مسئولان امنیتی به ساحه اعزام شده و تحقیقات جریان دارد. همزمان شفاخانه ایمرجنسی در کابل نیز گفته 8 قربانی از جمله 3 زن از انفجار دشتی برچی کابل به آنجا برده شده که حال یکی از آنها وخیم است. باشندگان محل و شاهدان رویداد گفتند که طالبان ساحه را مسدود کرده و به مردم اجازه عبور و فیلم برداری را نمی دهند. کار درستی. این کار درستی است. یعنی اینکه مسئولان امنیتی اجازه فیلم برداری و تصویر برداری ندن به خصوص تو این حوادثه که غیر قابل پیش بینی هم هستن، خب تصمیم درستی هست که هر حکومتی باید بگیره به نظرم. چون اصلا نشه همچین ویدیوهایی تو فضای مجازی، این کار خبرگزاری است و حالا کانال ها چنل ها ویدیوهایی که به وجود میاد، ولی اینکه اشخاص بخوام ویدیو بگیرن ممکنه خیلی خیلی به خصوص اونایی که عزیزانشون تو همچه حوادثی از دست میدن دلخراشتر میکنه، چون براشون یه خاطره ماندگار اصلا جالب نیست. واقعا نباید اجازه عبور و فیلم برداری را نمیدهند. فردی یا گروهی مسئولیت این انفجار را عهده نگرفتن، اما بر اساس سابقه انفجارهایی که در غرب کابل صورت گرفته، شاخه خراسان داعش مسئولیت انفجارهای همونجوری که صحبت شد قبلی را بر عهده گرفتن، هرچند که طالبان مدعی هستند که داعش در افغانستان حضور ندارند و توانایی تحرکات ندارند، اما ما شاهد تحرکات داعش در مناطق مختلف افغانستان به خصوص دشت برچی کابل است. دشت برچی در چند سال گذشته شاهد خونین ترین حملات بوده است. رویدادهایی که ده ها قربانی گرفتند و مسئولیت آنها را نیز شاخه خراسان گروه داعش پذیرفته. این بار اما هیچ گروه تاکنون مسئولیت نگرفته است. زلمه آشنا، لندن. بعد دیگه بده، حالا چکای امنیتی میشه، ولی خب همیشه متاسفانه اینجور اتفاقا میفته. امیدواریم اصلا از این گونه خبرات ضد امنیتی نشنویم، فارغ از این که ما ذهنیتمون با حکومت ایران همراه هست یا نیست، یا با حکومت طالبان که الان حاکمیت افغانستان رو داره هم فکریم یا خیر. اتفاقات این شکلی فقط و فقط به مردم صدمه میزنه و قربانی میگیره متاسفانه، و باز هم دشت برچی که همیشه انگار در طول تاریخ یه جورایی میگن به نافش بسته شده که در واقع این حوادث درش اتفاق میفته. در صورت تسلیت باشه به شما عزیزان و امیدوارم تا اینجا با ما همراه بوده باشید. حتما باز هم ویدیوی پیشنهادی خودتون رو در کامنت ها، در تلگرام پریفان و در اینستا و تیک تاک برای ما بفرستید. به امید دیدارتون.